چرا در حالی که انتظار می رفت با روی کار اومدن جو بایدن ایران در تلاش برای کاستن از تنش ها باشه، عملا با غنی‌سازی 20% و هم با ربودن کشتی کره‌ای تنش ها رو بیش از پیش کردن؟ خب از جهتی گرفتن یک همچین کشتی کره‌ای که خودشون به عنوان گروگانگیری ازش دفاع می کنن و فرستادن یک تیم زرهی، یک تیم رزمی مثلا میخوام از نیروی دریایی و تفنگداران دریایی کره که عملا با دزدان دریایی در مناطقی مثل آبهای سواحل سومالی برخورد میکنن، نشان دهنده نحوه برخورد جامعه بین‌الملل با یک حکومتی نامتعارف مثل حکومت جمهوری اسلامی است. اما اگر بخوایم نگاه بکنیم به نحوه برخورد جمهوری اسلامی، از طرفی فشار حد اکثری دولت آقای ترامپ در این 4 سال امتیازات بسیار زیادی رو برای حالا هر طرف مذاکره کننده امریکایی آورده. یعنی چی؟ یعنی الان برای رفع حتی اون تحریم های بعد برجامی هم اونها باید مذاکره بکنن. شاید یکی از این دلایل این باشه که جمهوری اسلامی اون هم میخواهد بیاید بر کوهن ها و ژتون های روی میز مذاکره خودش بیفزاید، گروگان بگیرد، گروگان های هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی مثل یک کشتی تجاری، و از اون طرف هم با غنی‌سازی اضافه بر آن چیزی که بر اون به قول معروف حق برجامی جمهوری اسلامی هست، اون هم بیاد جتنهای مذاکره رو زیادتر بکنه و بگه خب ما موقعی تحریم ها رو به قول معروف بردارید که ما برگردیم به اون چیزی که باید میبودیم. یعنی چه؟ یعنی آن کاری که نباید میکردیم رو که کردیم، حالا دیگه نمیکنیم، یا اون رو به عقب برمیگردونیم برای اینکه شما اون تحریم هایی که زمان آقای ترامپ در جمهوری اسلامی وضع شده اونها رو برداریم. حقیقت اینجاست که نه، این اتفاق نخواهد افتاد و تیم مذاکره کننده آقای بایدن اگر مذاکراتی باشد، چون از طرف ایرانی، از طرف جمهوری اسلامی همچنین گرما و حاد بودن مذاکره برای اونها مثل که معلوم نیست و به قول معروف رفتاری هم در منطقه هم در مسئله هسته‌ای دست میزنن که دست دو طرف رو تنگتر میکنه. به خاطر همین به نظر من یک بخشش بخش داخلی داره برای مستمعین داخلیشون و برای طرفداران دو آتیشه جمهوری اسلامی، و از اون طرف هم آوردن ژرفون‌های بیشتر سر میزه که میگوین خب به جای اینکه ما بیایم پوان‌های قبلی رو دوباره سرش مذاکره کنیم، الان که غنی‌سازی مضاعف شده و الان که جمهوری اسلامی نشون میده قابلیت بازی خراب کردن در منطقه رو داره، گروگانگیری گرفتن کشتی‌های مختلف، گرفتن شهروندان دو تابعیتی، خب آمریکا بیاد سر اینها مذاکره بکنه تا برگرده به برجام، و این به نظر من یک باخت باخت هست برای جمهوری اسلامی، نه تنها ایالات متحده، حالا چه دولت آقای ترامپ میخواد باشد چه دولت آقای بایدن، لخری یک اهداف و به قول معروف منافع ملی خاصی داره، ولی کشورهای دیگه مثل کره جنوبی که هم متحد ایالات متحده هستند ولی از اون طرف هم بالاخره کشورهای دو آتیشه به قول معروف ضد برجام نبودن، اونها رو هم دارد به قول معروف خب آقای آرمش اگر خیلی کوتاه بریم سر سخنان آقای عراقچی که گفتند که از ایران باید ممنون باشه اروپا که اونا بودن که به تعهداتشون عمل نکردند و این به معنی مرگ برجام نیست که ما 20% غنی میکنیم. تحلیل شما از این رو کوتاه بشنوید. خب دیگه آقای عراقچی غیر از این اگر نگه چه میخواهد بگرد؟ از طرفی دولت آقای روحانی و آقای ظریف که مثلا معتدلین هستند و قرار هست که وجهه مثبت نظام رو نشون بدن، اینطور برخورد میکنن، یعنی از دست بالا، همچنین که از برجام به قول معروف با تمام تخطی که کردن از برجام حالا یک ادعای طلب هم از جامعه بین‌الملل میکنن. نخیر، این طور نیست. ببینید حتی از مسئله حقوقیش هم بیان بیرون، واقعیت این میز شطرنج این است که جمهوری اسلامی مهره و سرباز و ملکه یا وزیر یا به قول معروف مهره های بسیار مهمی اینجا برای بازی کردن ندارن. اقتصاد شدیداً تحت محاصره است، از لحاظ سیاسی شدیداً تحت محاصره هستند و یا به قول معروف خواسته های مشروع جامعه جهانی میتونن سر بگذارن، یا اینکه نه، این فشارها ادامه پیدا میکنه. مشکل اینجاست بعد از تحریم، گزینه تحریم اگر اون حاصل واقع نشه، اون موقع متاسفانه جمهوری اسلامی خودش رو دارد به سمتی میبرد که ممکنه یک استکاک یا یک به قول معروف برخوردی با اون بشه که به نفع مردم ایران نخواهد بود و به نفع منطقه نخواهد بود. در مجموع صحبت آقای عراقچی خیلی طلبکارانه است و به قول معروف از لحاظ دیپلماتیک یک حرفی است بی‌معنا. ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، همراه ما بودید.